چیزی تو باشم بخوری به قرآن قسم یه شیره شو من نمی آجی بیا خبر خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا توی این ویدیو قراره خیلی کارهای خفنی انجام بدیم. پس حتما این ویدیو رو لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین. اگه کامنت چیزی هم داشتین این زیر بنویسید، حتی اگه کامنت هم نداشتین یه دونه قلبی چیزی تو کامنت بذارید خیلی خوشحال میشم. بگذارید. آقا میخوام یکم باهاتون صحبت کنم و حرف بزنم راجع به کارهایی که میخوایم انجام بدیم و چیزایی که توی سرمونه. یکم طولانیه و امکان داره خسته بشین، ولی پیشنهاد میکنم حتما این حرفامو تا آخر گوش کنین، چون خیلی بهتون کمک میکنه که بهتر بفهمین چه فیلمی دارید میبینید و چه چیزی تو سرمونه. توی چالش قبلی، چالش 12 ساعت در خانه متروکه، اگه دیده باشینش، ما اونجا رفتیم و چالش چالی چالی کوکوریسان و ویجی بورد رو انجام بدیم و 95% وقتمون رو گذاشتیم روی چالی چالی و کوکوریسان که هیچ اتفاقی نیفتاد و مشخص بود همش خالی بندی و چخانه و هدف منم از ضبط ویدیو فقط همین بود که بهتون نشون بدم اینا همشون واقعیت نداره و تا حالا به حساب نترسین از این حرفا. اما تو اون یکی تو ویجی بورد وقتی داشتیم ازاروش رو انجام میدادیم تا 5 دقیقه اول هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و همه چی اوکی بود، اما بعدش جهت و شعله شمع خیلی عجیب غریب عوض میشد و جابجا میشد، حتی یکیش هم خاموش شد که انگار یکی جلومون نشسته بود داشت فوتشون میکرد. از چند نفر که پرسیدم، مالا یه سری گفتن نه بابا بادی چیزی بوده، یه سری هم گفتن آره داشتی درست انجام میدادی و اگه یکم دیگه بیشتر ادامه میدادی مطمئنا یه اتفاق بعدی اونجا میافتاد. اما امروز توی این ویدیو قراره کلن ازار روی ویجی بورد انجام بدیم، اونم به صورت کاملا حرفه‌ای و جدی توی 2 جای مختلف. مکان اول که مطمئنا همتون میشناسین همین خونه متروکه همیشگیه که فکر کنم 1000 بار توش اومدیم فیلم ضبط کردیم، و حالا علت این که اینقدر میایم توی این خونه متروکه رو میگم بهتون. دلیل اول، ما گواهینامه نداریم و نمیتونیم با ماشینمون خیلی راحت از این شهر به اون شهر بریم، مگر اینکه مثلا شهرهایی که نزدیک شهر خودمون نمیتونیم باهاش بریم. دلیل دوم اینه که ما تیمی نیستیم، خب فقط 2 نفریم، مثلا منم و احمد که اومدم فیلمو ضبط کردم و صدرا و اون حسین اینا متاسفانه نیستن که خیلی دوست داشتن باشن، ولی خب متاسفانه چون کارو گرفتاریاشون زیاده و درساشون زیاده نتونستن بیان که ایبی هم نداره. امیدوارم هر جایی که هستن سالم و سلامت باشن. اما احمد انصافا دمش گرم، هر وقت بهش گفتم بیا بریم ولاگ ضبط کنیم اومد بدون هیچ نه و نوچی. اگه احمد نبود من نمیتونستم این ولاگ رو ضبط کنم. پس حتما همین الان تو کامنت ها بنویسید عشقی احمد خیلی خفنی که کامنت های این ویدیو رو بیاد چک کنه و یکم انرژی بگیره و بیشتر بیاد باهم ولاگ ضبط کنه. خیلی خوب، حرف اضافی دیگه بس، میدونم خسته شدین شرمنده، الان بریم داخل خونه متروکه اونجا بشینیم تا یه چیز دیگه هم هست. ما ساعت 3 شب میخواییم این اضافه رو انجام بدیم. احمد یه تو دوربین دستت باشه تو فیلم بگیر بریم. احمد تو برو تو، من بندای کفشمو ببندم بودو وجید دیم داری چه همش هست. یو اونو سعید سعید روژی سعید بودو سعید بریم یه چیزی تواش وقت ببینید بخور آنه قسم یه چیزی هست من نمی آجی بیا چی آجی یه سایی بیده از تواش بخانه رد شد از پرشی در رد شد بیا بریم نمیدونم مهم نی ول کن آجی من نمی آجی ولش کن آره آره بس کن همین در بود نمیخواد بری آره نه آره آره آبا کسی اینجاست؟ آجی؟ سعید ازگوی شده بیا با هیچ تونی باشه ازگوی کردیم با نه خداییش راست به مواجی از اینجا رد شد مرچی شوهای خودم دیده مواجی هیچی نیست اینجا جیم سر ازیدن بخواه مواجی باور کن خودش پلاستیک به مزرگی مواجی دوش انجا چی
خیلی باید چون الان ما دیگه باید میسیم دو ساعت سه شاید بشه اینجا باید بازی چیزی انجام میدیم حاجی نمتا قلب آمد تو دهنم حاجی خدایی دیدم حاجی خیلی خوب برای بچه حالا باید میسیم تا ساعت سه شب اینا بشه الان ساعت های سه سه و نیم چهار اینا هست و حاجی سه دو شد از ما گرفتی شما هر هفته هر ماه ساعت ده شب ده و سه شب دو شب با این گوشی میاد توی خونه سلام بچه من سید ولکن رو اصلا قرار روی فلان فلان رو با هم دیگه ایزار کنیم بابا بیخیال جونه نامیزد اه ایزار رو دیگه چی کوفته چه سیخیه من خودم آقا روی هم اصلا چیزی تا حالا به اسم ایزار رو نشنیدم آقا بیا من رو من جه بیا اصلا عکس بگیر هرچی دلت میخواد عکس بگیر هرچی دلت میخواد عکس بگیر آقا بیا این لایک خوب بیا این لایک اینم سابسکرایب اینم سابسکرایب چه بیا اینم سابسکرایب بیا همه رو بگیر فقط دست از سر کشل و بردار حداقل قبل از اینکه وارد این خونه کوفتی بی صاحب شده میشین یه در یه زنگ یه همی یه همون چیزی بکنین شاید خیر سرمون داشت اینجا یه کار خصوصی انجام میدادیم اینقدر شعورم خوب چیزیه نوموزن این چه وضعشه من تو رو از خودم و زنم بیشتر اینجا میبینم ببینید دیگه به اینجام رسیده همین الان وسایلتون رو جمع میکنین و تن یه لشتون رو از این خونه گم میشین میرین بیرون وگر نه مجبور میشم یک کاری بکنم که اصلا دلم نمیخواد چشمک میزنین الان؟ نه سر جاتون بایستین لاشی ها سر جاتون بایستین نه داداش شرمنده نمیخواستم این کارو بکنم ولی قول میدم زود برگردم یکی زنگ بزنه به 110 خیلی خوب آره بچ آقا الان ساعت تقریبا نزدیکای 3 گوشید بیا نشون بده آفرین 2:58 دقیقه ما میریم دیگه کارا رو انجام بدیم و احضار رو انجام بدیم لطفاً اگه روحی اینجاست خودشو به ما نشون بده آیا خیلی خوب برای بچ
این یه فکر خیلی خفن به ذهن احمد رسید که گفت اون ایزار رو بیام توی قبرستون انجام بدیم، از این مسجد خرابه خیلی بهتره. و همونطور که میبینید الان ما قبرستونیم، الان هوا حسابی سرده اینجا، میبینید چقدر ابری هوا خیلی هوا سرده. الان تقریبا ساعت‌های 5 و نیم 6 اینا داره غروب میشه توی قبرستون دیگه، اگه کار نکنه دیگه معلومه دیگه همش فیک و چرت و پرته. این روح هم که ما رو حسابی مسخره کردن، ما بیاین دیگه جون مادراتون عجب کروی میکنه. خیلی خوب برای بچه ناموسن هوای ابری خفنی ها، خیلی هوای عجیب قدیمی. همین الان انصافا ترسناک آجی هیچی رو سنشن. اون دفعه قبلی نمیدونم چجوری تخم کردیم باییم اینجا نصف شب، ولی خب بالاخره احمد چیزی نیست اونجا، مطمئنی؟ بعد خوده یه چی نیست؟ خلوت دفعه پیش اومده آره خیلی خلوت نیست. بیا رو همین سنگای قبر انجام بدیم بیا. خب بچه‌ها قبرستون که دیگه میدونیم چجور جاییه، ببینیم آیا این ویجی بورد میتونیم باش روح کسی اینجا احضار کنیم یا نه. اگه اینجا اتفاقی نیفته دیگه مشخصه همش چرت و پرت و دریه. بزن بریم Is anyone here? آیا روحی اینجا هست که با ما ارتباط برقرار کنه؟ راستی اینجا بچه شمع هم نمیشه روشن کرد چون خیلی خیلی سرده، یه باد خیلی سردی اصلا نمیشه شمع اینجا روشن کرد. خب یه مجبوری همینجوری وزی کنم اگه بخواد روح بیاد همینجوری میاد میشه به شمع کنم. اینو باید انقدر حرکت بدیم تا خودش روی حروف وایس. آیا روحی اینجا هست که خودش رو به ما نشون بده؟ آیا روحی اینجا هست که خودش رو به ما نشون بده؟ بابا جون مادر خودت به ما نشون بده، دقیقا مسخره نکن مورد. یه اهم یه اقوم یه همین دیوار رو بریش رو سرمون اگه واقعا از همین رو بریش رو سرمون. بابا بیا جون مادرت ای بابا، حالا ببین شاید یه سری دلایل داشته باشه مثلا چون شم روشن نکنه یا مثلا شاید چون بعد دیر وقت بیا این کار رو انجام بده، شاید باز تنها بیا بجی شاید the fuck up man. بچه الان ما نزدیک یه ساعت داریم انجام میدیم و هیچ اتفاقی نیفتاده. خیلی خوب استاد ویجی بورد، ما شما رو اینجا تنها میگذاریم تا بی خانمان ها با شما بازی کنن. او مای خیلی خوب باشه، مرسی که ویدیو رو تماشا کردید، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. این ویجی بورد هم انجام دادیم و دیدین چه اتفاقایی افتاد. عشق مرین تا فیلم های بعد، خدا نگهدار.